سلام و درود، چطوری؟ خیلی خیلی خوش اومدید به پارت سوم میشه، پارت سوم ما این که رفت. آقا دیدید در پارت های قبلی که هیچ گوهی نخوردیم البته، ولی این پارت دیگه یه گوهای خوبی خوردم، میخوام برم اونها رو بهتون نشون بدم. یه ذره خونه رو بزرگ کردیم، ارتقا دادیم، طبقه زدیم، مزرعه، گاو و گوسه، حالا اینا رو الان بهتون نشون میدم و پیشرفت کردیم. ما در سوروایو کردن ماینکرافت پیشرفت کردیم. دمتون گرم بابت نکته‌ای که تو کامنت ها میگید. البته کامنت های ماینکرافت پارت 2 رو هنوز کامل نخونم، جواب نردم اگه دقت کرده باشید، ولی به زودی دیگه میگم تاخیر داره، 48 ساعت رو تاخیر داره. پس صبرش رو کامپیوتر جواب میدم. فکر نکن جواب نمیدم، من اونقدر هم بیشور نیستم. اگه تا چنل سابسکرایب نکردید اونجوری دکمه سابسکرایب رو بزنید، پیج اینستاگرام برید فالو کنید، نظرتون تو کامنت ها خب بنویسید، مثلا همیشه دکمه لایک هم اگه از این بازی خوشتون اومد حتما بزنید، اگه این بازی خوشتون نیومد ولی از ویدیو خوشتون اومد دکمه لایک رو بازم بزنید، اگه کلا خوشتون نیومد بازم دکمه لایک رو بزنید، کلا ثواب داره. برن معطلی بریم سراغ ماینکرافت. خب کی داره ار میکنه؟ آقا ببینید این خونه رو نگاه دقت کرده باشید، صندوق مندوق اضافه شد و این صدای دماغو میاد، یکی اون بیرونه. بعد اینجا آهنگری اضافه کردیم، اینا که داشتیم تخت اون آوردیم ورتاد. ببین خونه بزرگ شده، دقت کنید خونه بزرگ شده، ارتفاعش رفته بالا و طبقه دوم داره. حالا البته ببینید اینجا فقط ساختیم و خیلی بزرگتر طبقه پایینه و کلی هم به نور آغشتش کردیم، هیچ چیزی نچیدیم. حالا اگه ایده ای واسه این طبقه دوم دارید بگید، من میگم که اینجا رو وا کنیم، یه بالکن به سمت بیرون بزنیم، مثلا بزن اینجا رو براتون بشکافم ببینید، یه بالکن بزنیم و اینم مزرعه‌مه. بله میبینی که به گندم کاشتن مشغول و به زراعت مشغولم و به به چقدر موجودات ترسناک. این گاوا که میبینی و گوسفندا رو با هزار بدبختی آوردم زندانشون کردم، دو تا گاو آوردم، دو تا گوسفند، بقیه رو با تولید مثل تعدادش بردم بالا. فقط من اینو بلد نیستم، بگید که گوسفندا میبینم چمنا رو میخوره، یه آبم وا کردم که چمن در بیاد اونجا و گوسفندشون بخوره، ولی گاو نمیدونم چی میخورن، مثلا گاوام بمیرن. بگید به جز گندم چی میخوره مثلا، اینا رو بگید دیگه. آره دمتون گرم، بذار اینجا رو فعلا ببندیم، امنیتمون برقرار بشه، بعدم میایم اینجا بالکن میزنیم، یالتون رو تراس میزنیم قشنگ. مشکل فعلا بخوایم صبح شه. این تنابه الان بهتون میگم چیه، بذار اینا هم ساختم فانوس، خیلی خوشگل، خدا وکیلی. بخواب صبح شه. الان مثلا ما خوابیم دیگه، الان بیدار شد، صبح شد، ببین چقدر راحت صبح شد. خب اکنون کلی هم آهن رفته. آقا کی گفت تو بیای تو خونه من؟ بمیر بابا، احمق بی تربیت. نه از این چیزان تریدران مثلا ناکن امرالد میگیرم، من فقط یه امرالد دارم، اونم با بدبختی پیداش کردم، اینجا ذخیرش کردم. بعد آقا بذار قیچی رو برداریم بریم به باغبانی مشغول بشیم. الان بهتون میگم با این قیچی چه میشه کرد، البته قطعا شما میدونید دیگه، پشمای گوسفند رو میشه بزنید. سطلم ساختم باهاش شیر گرفتم. بمیر ابله، این لاماه به درد نمیخوره. اینا رو میبینید نماد قدرته، دو تا از این چیزا رو کشتم و دو تا پرچماشونو گرفتم و اینجا نصب کردم که کسی جرئت نکنه نزدیک خونم بشه. این نماد پیروزی ماه. خب ببینید این مزرعه ما که الان میریم چیز میذاشو برداشت میکنیم، بذار اینو بذارم اینجا. بعد اینم گاوامون. سلام چطوری خوبی؟ آقا پشمای گاوا نمیشه زنی، من گاو که پشمنده. ببینید خونه رو، خدای خونه رو نکن، ما خاص متفاوتیم، همه خونه ها بزرگه بعد میره بالا کوچیک میشه، بالا ما کوچیکه میره بالا بزرگ میشه، یه ذره فرق داره دیگه. برید کنار من بیام تو. آخی این بزرگ شده، این قبلا کوچیک بود. بذار پشماشو بزنم، بیا به اینجا پشماتو بزنم. ببین ما پشم گوسفند رو اینجا برداشت میکنیم و به همین سادگی. اون دوست عزیزی هم که گفت آب واکن بین گندمات که زود تراش کنه، دمش گرم، خدا وکیلی ما رو از موزل دیر روش کردن گندم نجات داد. پشماشون ریخ گوسفند. خب برید گم شید اونور، من برم بیرون. آقا برو بر. پشماش در اومد، چه سری فعلا نمیزنم. چرا دیگه، بذار پشمونم بزنم یه سر شکار. بیا اینجا، حالا راحت پشم گوش دیگه، هر چی بخوایم تولید میکنیم. اینم که ماین نمونه، البته اونور یه ماین و یه ماین خیلی خفن و یه قار پیدا کردم. ماینه رو یه بررسی کردم، چند بارم توش مردم، قاره رو هر نرفتم، قاره رو گفتم وایسم با هم بریم عشق کنیم. این آتشم روشن کردم به عنوان کمپ فایر، قشنگ اینجا باشه. آقا بریم قاره رو چیز کنیم. بعد ببینید سپر ساختم قشنگ، خلاصه پیشرفته. ببین پیشرفت زیادی هم کردم. بعد آقا من دیدم بقیه حرفه‌ترا ماینکرافت بازی میکنن، تو هر صندوق فقط یه آیتم میزنه، یعنی مثلا پره مثلا فقط چوب میکنم، و دیدم مثلا اینجا یه بنر میاد که یعنی فقط توی صندوق چوبه. اینو اگه کسی بلده بگه چه جوریه، چون منم خیلی دوست دارم اینو یاد بگیرم. بگید حتما دیگه. یه 20 تا زغالم وردار. آقا بریم به امید خدا. اینم سطلمه، سطلو میذارم حیفه یه موقع تر دار. آها سطلو واسه ارتفاع فکر کنم میشه استفاده کرد، زیرمون آب میتونیم بزنیم. سطلو میبریم، سطلو قطعا میبریم، این غذا ها رو به خودمون میبریم که بتخیم. آماده شدم. بعد آقا برمیگردیم اینجا گندم رو برداشت میکنیم دیگه، بریم من قوره رو بهتون نشون بدم، خیلی خفنه. خدافظ خونه عزیزم. ابله دیگه بلد شدم،
آقا اون قاره است، ببینید مشخص قاره و خیلی هم دوره. اینجا هم یه ماینه، شاید فکر کنید که اینجا که زمین صافه ولی یه ماینه. بذار الان بریم جلو تا بتونیم نشون بدم انقدرم عمیق و بزرگه. و یا خدا ببین این با این اومدم بالا، بارها اینجا مردم، دهنم سرویس شد و حتی ببینید آثاری از من اون پایین پیدا میکنید. یادم رفت سطلمو پر آب کنم بیارم. آقا ببین خیلی ماینه خدایش، بعدن تو اینم زیاد میریم گسترشش میدیم. یه چیزام پیدا کردم تو روش، این ماینای آماده ریل و اینا داشت. حالا نمیدونم داستانش چیه، کسی میدونه بگه. کلی ریل هستم اونجا برداشتم دوزیدم در واقع. بریم تو این قاره و ببینیم که داستان قاره از چه قراره. خدای سرعت بیلاهنی رو میبینید. بعدن دایموند مایمنت پیدا میکنیم. حالا وایسی کار داریم با هم، زندگیمون تازه آغاز گشت. یا خدا خب ببینید تورچو بذاریم این دستمون. آقا این قارش قار زغال سنگه، من حواسم نبود اینجا آهن نیست، چون عمیق نیست که تو ارتفاع این قاره. من میگم تا به جای خطرناکش نرسیدیم برگردیم. اینو چیکار کنیم آقا؟ بریم توش نریم توش؟ بریم بی برگشت، اون با خداست. یعنی واقعا با خداست، خیلی هم با خداست. یعنی انقدر با خداست که دیگه اصلا ما این قدرت تصمیمی نداریم. آقا بریم بریم از رتباسی نمیرم. خلم مگه بابا؟ برم بریم گندمامون رو برداشت کنیم. گوه تو قارمار دوستان گل. به به خونه رو میبینی از دور. حالا بذار پا اونجا یه مجتمع تجاریش بکنم، مجتمع تجاری تاکسیک. و البته به شرطی که لایک کنید و حمایت کنید، اگر نه مجبورم تنهایی بازی کنم. حال نمیره تنهایی. بزن بی پدر مادر، من دیگه سپر دارم. بزن بزن دیگه، بزن دیگه. چی شد نزدی که ریدی که؟ بزن 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 بدبخ، بزن بزن کل استخونی، بزن موجود ابله فرومایا. بیا کشتمش دیگه، کاری نداره دیگه، قدرتمند شدیم. و یه چیز جالبم که جالبیم که کشف کردم، احساس کنم گوسفندام هی دارن کمتر میشن. آقا اینا میمیرن. اون چیز جالبه اینه که این آتیش بی نهایت و خاموش نمیشه، خیلی حال میده. امیدوارم خونم آتیش نزنه. آقا اینا کم شدن. آ نه اون پایینن، ولی بازم کم شدن، بیشتر بودن. حضرتی نترکی 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 اینجا نترکا، اینجا نترک. آفرین اینجا بهتری، خونه منو خراب نکن. هی گسترش میدیم، زمینو صاف میکنیم و هی میسازیم، هی میسازیم. هیچ کس هم نمیتونه جلومون رو بگیره. ما حکومت واحدیم خودمون. اینجا تازه طبقه بالا رو ندیدید؟ دیدید الان نچیدم که خود چیز جالبی نرده که بخواید ببینید. در حقیقت دونم کلی دارم. بعد آقا چی سن رو ننداختم؟ مرغداری. و بعد مرغداری را بندازم، مرغا رو بیاریم و شو هنوز مرغی بخوام بکشم، حال حوصله نشم مرغو بکشم بیارم. ولی بیاریم تمام دیگه، هی تولید مثل میکنن، تخم میذارن و هی ما پولدارتر که نه غنیتر میشیم. اینجا پول معنی نداره. آقا بریم کشاورزی کنیم دیگه. وقت کشاورزی افتخار بیاد کنیم. البته صبح، هیچ کس تو شب کشاورزی نمیکنه. بخواب صبح شه قوقولی قوقو. صبح شو عزیزم، صبح شد بیا. دوستان ببینید، حالا دونه رو میذاریم تو این دستمون و میکاریم. آقا حالا میریم به اون بدبخت های ذره چیز بدیم، گندم بدیم. بیا گندم بخور بیچاره، خور نمیر. یه دونه به این، یه دونه به این. بعد این الان دو تا رفتم با هم جفتگیری میکنن. بیا یه گاوه کوچولو داره من. آخه چه کوچولوه گاوش. بذار من بیام تو. نه تو نمیام، ولش کن، اینا وحشیان. اینم برای تو، اونم برای تو، اینم برای تو، اونم برای تو، اونم برای تو، اونم برای تو. خوردن. این گندم دستم میبینن میان دنبالم. بذار من بیام تو یه لحظه. به به چقدر طوله گاو، چه خوشگله. بیا نمیرید از گشنگی بدبختو. بیا بخور. بیا نوبت گوسفنداست، بخور. بذار که بچه ببایی در بیاد، انقدر خوشگلن. درو نمیام بیرون، گاوامو فرار کنن. گاون دیگه حالیشون نی که. وای طوله گوسفند رو ببایی، چه ببایی خوشگل. بیا اینجا یه بیت قضا بدم. آ گندمم تمام شد، خدا وکیلی برید گم شید. بیا اینم که خودمون پشماشونو زدیم و بردیم برای استفاده. چقدر شلوغ میکنین آقا، سر نکنه گوسفند مزخرف. برو تو ببینم، خیلی شلوغ کردن قهرم باشون. خب این هم از سر و سامون گرفتن گوسفندای ما. یعنی یه مقدار نون بپزیم، من میگم یه مثلا چه میدونم یه 4 تا نون بپزیم، اینا رو بعدا بخوریم استفاده کنیم. آقا تو این آهنگری بگید چه کارا میشه کرد. من واقعا نمیدونم چه گوهی میشه خورد تو این آهنگری. ایشینو یاد بده بهم، بگین
آهنگری و آپگرید کردن گیر و اینا برای چی؟ بگید حتما، اگه نگید بدبخت میشم. خب گذاشیم. آقا این هم از قسمت ماینکرافت. مرسی تو اینجا ویدیو همراه بودید. البته تو ویدیو بعدی احتمالاً بالکن رو ساختم و بهتون نشون خواهم داد. اگرم نساختم که با هم میریم میسازیم. و دمتون گرم تو اینجا ویدیو همراه بودید. اگه دوست داشتین دکمه لایک رو بزنید، نظر تو کامنت ها بنویسید، راجع به گاوام نظر بدید، راجع به گوسفندام نظر بدید و بگید مرغ بیاریم یا نه، مرغ خیلی لازمه به نظرم. پس تا ویدیو بعدی بریم ویدیو گروسفه است و بهتون پیشنهاد میشه رو نگاه کنید تا سرگرم شید. منم برم ماینکرافت های بیشتری بسازم. تا اون موقع خدا یار و نگهدار شما باشه. هموطن اخبار ساعت 9:23 رو اعلام. آقا بر بیر تمام شد ویدیو. بی تربیت ها میمونن که بازی منو میخوان نگاه کن. تموم شد.